بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه شانزده درباره ذهن کندوکاوی درباره ذهن به مسابقه کندوکاوی درباره کندوکاوه است زیرا هر کندوکاوی در وادی شناخت به واسطه و از طریق ذهن انجام می شود و ذهن کنندگی کار است. بنابراین در این کندوکاو مفعول نیز ذهن است و این به معنای کندوکاو ذهن درباره خودش می باشد یعنی رویارویی ذهن با خودش. یعنی معرفت نفس ذهن به واسطه ذهن. در که همین رویارویی و امکان چنین شناختی اصل اول این کندوکاوه است آیا ذهن چگونه میتواند ماهیت خودش را بشناسد در اینجا ما مواجه با اصل کلی خودشناسی هستیم پروازه هست که نفس چون این کندوکاوی همچون نفس امر کلی خودشناسی بر دوگانگی قرار گرفته است. در اینجا چند احتمال در ماهیت این دوگانگی می تواند مد نظر باشد یکی این که آیا بخشی از ذهن بخش دیگری از ذهن را مورد بررسی قرار می دهد؟ و دیگر اینکه آیا تمامیت ذهن از خودش فرا می رود و خود را زیر نظر می گیرد؟ حالت سومی نیز قابل تصور است و آن اینکه آیا آینه ای وجود دارد که ذهن بتواند در چنین آینه ماهیت و عمل کرده خود را تماشا کند؟ در اینجا هسته مرکزی شناخت شناسی مد نظر قرار گرفته است یعنی این که می خواهیم آن عامل شناخت را مورد شناخت قرار دهیم. به طور معمول ذهن بشری به طور طبیعی و اتوماتیک همواره غیر خود را مورد ملاحظه و شناخت قرار می دهد و حالا خود ذهن یعنی خود شناسنده میخواهد ماهیت شناسندگی خود را بشناسد در اینجا سال مقدماتی تری وجود دارد با این اینکه چرا و چگونه و تحت چه شرایطی ذهن میل به شناخت خودش پیدا می کند. واقعیت تجربی بشر نشان میدهد که بسیار اندک هستند ذهنهایی که به چنین میلی به طور جدی نائل می آیند و حقیقت این است که اصلا بسیار اندکند ذهنهایی که حتی یک بار در کل حیات خود به چنین موضوعی حتی به عنوان یک مسئله تفننی نیز مواجه شوند در واقعیت هرگز حد و مرزی ندارد و امری واحد است که سه معنا را تدائی می کند سه حالت را گویی انسان از طریق غیر به خودش میرسد و به تدریج سعی می کند که این غیر را تبدیل به خود کند و از آن خود نماید زیرا او جز غیر و جز در غیر و جز به واسطه غیر خودی نمیشناسد و نیز جز خود غیری نمیشناسد در مرحله اول خود را به کلی غیر خود مییابد و در غیر خود دستی به خود نمیرساند و نمیتواند برساند یعنی در غیر خود که همان بی خودی است اثری قابل وصول از خود نمی بیند ولذا به غیرهای واقعی در بیرون از خود یعنی تا زمانی که ذهن به ناتوانی و جهل خود نسبت به جهان غیر خود نرسد و به آن اعتراف نکند رو به خودش نمی کند و یا کمترین سخن این است که به میزانی که در شناخت خود نسبت به پدیده های غیر خود شک می کند میل به خودشناسی پیدا می کند پس می توان گفت که شک و ناتوانی و جهل ذهن نسبت به جهان منشه رجعت ذهن به خودش می باشد. و اما باز هم سؤال مقدماتی ترین است که انگیزه ذهن در رجوع به جهان و پدیده های بیرونی به قصد شناخت آنها چیست؟ میدانیم که ذهن بشری از همان بد به تولدش یعنی از همان دورانی که هنوز به آگاهی اراده و به اراده آگاه نرسیده دارای میل ذاتی نسبت به جهان بیرون است و از همین اساس و شرایط طبیعی و خود به خودی ذهن است که بایستی نخستین گام های ذهن در جهان بیرون را ردیابی کرد که هیچ انگیزه و اراده آگاهانه ای که خود ذهن بتواند آن را درک کند وجود ندارد مگر اینکه چون این انگیزه و آگاهی را به یک امر متافیزیکی که مطلقا در حریم شناخت ذهن نمی گنجد نسبت دهیم و اما میدانیم که در به سر زمان و بر اساس تجربه به تدریج ذهن در جهان بیرون علایقی پیدا می کند که این علایق مسلما میتواند تواند انگیزه های آگاهانه عملکردهای بعدی ذهن باشد مثلا به قصد لذت بردن و یا به قصد تصرف به بررسی و شناخت پدیده های بیرونی میپردازد. و میدانیم که محور ذهن مجرب و به آگاهی رسیده از سنین نوجوانی به بعد امر تصرف و مالکیت است یعنی ذهن پس از مرحله عملکرد ذاتی و ناخداگاه خود در آغاز حیاتش یا کودکی به تدریج دارای انگیزه قبلی می شود و با برنامه قبلی به شناخت پدیده های جهان بیرون می پردازد که یکی از عمومی ترین و قدرتمندترین این انگیزه ها همانا مالکیت است. شناخت به قصد تصرف مالکیت‌های های عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره که این خصلت کلی ذهن در وادی شناخت جهان بیرون را می توان طبع سلطگری ذهن دانست که در فرهنگ اسلامی می آن را نفس اماره نامید. پس میتوان گفت از مهمترین و ترین علت رجعت ذهن به خودش و میل به خودشناسی همانا شکست ذهن در وادی تصرف جهان بیرون است. ناکامی و رسوایی نفس اماره که میتواند منجر به وضعیتی از ذهن شود که توبه نامیده می شود. توبه از جهان بیرون و رجعت به خودش که در لفظ دینی ما انابه نامیده می شود. پس می بینیم که هر شکست و بتالتی در نزد هر ذهنی لزوما هم به توبه و سپس عنابه منجر نمی شود. ذهن بایستی در تجربه بیرونی و در کندوکاو بیرونیش و در غیر به پوچی کامل برسد تا میل به بازگشت پیدا کند یعنی به همان وضعیتی که آن را نیهیلیز می نامند. هرچند که هر نیهیلیستی نیز لزوما میل به رجعت پیدا نمی کند. پس می بینیم که رسیدن به نیهیلیزم که همان رسیدن به بتالت سلطگری است شرط لازم برای این رجعت است. ولی شرط کافی نیست. شرط کافی چیست؟ تا زمانی که ذهن اماره در جهان بیرون امیدی به ارزای خودش دارد به سوی خودش میل نمی کند. در اینجا باید درک کنیم که ذهن در واقعه تصرف و تملک غیر دچار چه وضعیتی می شود و ارزای ذهن دقیقا بیانگر چه وضعیتی از ذهن است. مالکیت چیست؟ به زبان ساده می توان گفت که میل ذهن به تملک همان میل ذهن به غیر شدن است یعنی میل به خود بیگانگی و این نشانه بیزاری ذهن از شناخت خودش می باشد و به معنای دقیق تر نشانه بیزاری ذهن از شناختن است. شناخت چیزهایی که میخواهد تصرف نماید. یعنی این که مالکیت سمری جهلگرایی ذهن است، سمری از خود بیگانگی ذهن. نخستین حجت بر این ادعا آن است که ذهن نمیخواهد خودش را که کارخانه و عامل شناخت است بشناسد و حجت آشکار بیرونی نیز همانا شکست ذهن در جریان تصرف است زیرا این شکست دو حالت کلی دارد شکست در عدم تصرف و شکست در تصرف به زبان ساده ترین است که آدمی یا به کامی نمی رسد و یا می رسد در حالت اول شکست ذهن آشکارتر است و غیر قابل انکار ولی در حالت دوم ظاهرا ذهن پیروز شده است و چیزی را به تصرف درآورده است و به ناگاه می بیند که در آن چیز به تصرف درآمده هیچ امر ارضا کننده ای برایش موجود نیست و به طرز حیرت آوری می بیند که چیزی را تصرف نکرده است بلکه به تصرف آن چیز درآمده است در اینجا کاملا وضعیت غیر شدگی ذهن را در حالت پیروزی و به کام شدگیش شاهد هستیم از خود بیگانگی و دقیقا در چنین وضعیتی است که می توان ادعا کرد که میل ذهن به تصرف چیزی در بیرون از خود همانا جهل گرایی ذهن است و میل به شناخت ماهیت چیزی هرگز به تصرف آن چیز منجر نمی شود بلکه به فرارفتن از آن چیز منجر می گردد. به زبان دیگر می توان گفت هنگامی که ذهن میل به چیزی در جهان بیرون پیدا می کند میل به تجاهل پیدا کرده است و در وادی عدم شناخت آن چیز قرار گرفته است و درست به همین دلیل است که حتی در حالت به کام رسیدگیش دقیقا در دام آن چیز واقع است و به تصرف آن چیز در آمده است در حالی که به قصد تصرف کردن آن چیز به آن چیز میل نموده است آیا این واقعه بیانگر معنای کامل جهل نیست؟ جهل نسبت به آن چیز در آنجا حتی می توان به این نتیجه ضمنی رسید که آن چیز نسبت به چنین انسانی دارای شناخت کامل بوده است که توانسته سیاد خود را سید کند. پروازه هست که چون این سیاد سید شده ای اگر به جهل خود اعتراف نکند و دچار توبه و انابه نگردد در این دام باقی میماند آن هم به طرز ریاکارانه ای. در حالی که کاملا شکست خورده است تظاهر به پیروزی می کند و از اینجاست که تجاهل به مفهوم خودفریبی آگاهانه آغاز می گردد. و این عرصه نبرد آگاهانه و عمدی انسان بر علیه شناخت خیشتن است و این به معنای خصومتی آشکار با خیش است و قلم رو به حماقت که قایت خودفریبی عمدی است و شرط لازم برای رجعت به کانون شناخت شکست در جهان بیرون است که جبران همه افراد بشری را در موضوعات و مراتب گوناگون در بر میگیرد. پس می بینیم که لازم بودن این شرط به صورت امری واجب بر وجود آشکار می گردد و نیازی به تلاش ندارد. ولی امر کافی است که نیاز به تلاش دارد و آن تلاش نیز تلاشی درونی و معرفتی است که بر یک اصل بنیادین دینی استوار می باشد. صدق یعنی صادق بودن با وضعیتی که پدید می آید و اعتراف شجاعانه به جهل خیش نسبت به پدیده های جهان، این صدق و اعتراف همان شرط کافی برای رجعت است به سوی شناخت، راه نجات و وادی دین که دقیقا همان وادی معرفت است، پس میبینیم که معرفت و دین دروی سکه امری واحد است، پس تا اینجا می توان گفت که جهان بیرون وسیله است که ذهن انسان در مرحله اول به واسطی آن بر جهل خیش آگاه می شود و یا آینه است که ذهن در آن قایت عجز خود را در می آبد. و این حاصل تجربه ذهن در وادی از خود بیگانگی می باشد و اما در راه بازگشت به خیش در نخستین گام مواجه با جلبه ای از ذهن می شود که حافظه یا خاطر نام دارد خاطرات شکست خود در جهان به همین دلیل است که حافظه ی آدمی همواره اندوهگین و اشکبار است زیرا جز شکست و ناکامی و عجز و نادانی خود را نیافته است پس در اینجا می بینیم که ذهن در رجعت به خودش تبدیل به یک آینه شده است یعنی آن ذهنی که از مقر خود دور شده و به سمت غیر رفته بود و حالا به خانه برمیگردد یک آینه است و این آینه را جهان به دست او داده است و اصلا این آینه همان جهان است همان غیر است غیری که خیش شده است در رجعت به خیش غیری که آینه خیش گردیده است آینه خودشناسی آینه معرفت و این سراغاز شناخت است که از توبه و انابه شروع شده است پس این آینه است که محصول توبه و عنابه می باشد و سمری صدق است پس صدق محور شناخت حقیقی می باشد آینه صدق یعنی جهان هستی به واسطه صدق انسان تبدیل به آینه معرفت می شود این واقع روی دیگری نیز دارد که ظاهرا معکوس به نظر می‌رسد. یعنی این که در این رجعت جهان آینه است در حالی که در مرحله رجوع انسان به جهان یعنی در عرصه از خود بیگانگی انسان ذهن است که نقش آینه را دارد و جهان در ذهن نقش می‌بندد و انسان برای تصرف موجودیت بیرونی این نقش در دام جهان میافتد. بنابراین میتوان گفت که به طور کلی ذهن انسان آینه جهان است و نیز جهان هم آینه ذهن انسان است و گویی دو آینه مقابل یکدیگر قرار گرفته است آینه بسیار کوچک که نامش ذهن است و آینه بسیار بزرگ و بیکرانه که نامش جهان است میکروسکوپ و تلسکوپ پس ذهن دو محصول بنیادی دارد که در واقع به مسابعه دو عملکرد ذهن و دو ذهن می باشد. یکی حافظه است که فراورده ارسی از خود رفتگی ذهن به سوی جهان است. یعنی محصول از خود بیگانگی و دوم معرفت است که در ارسی به خود آیی ذهن در مراحل و درجات گوناگون پدید می آید که حاصل تجلی حافظه است و به زبان دیگر بازتاب به آوردن حافظه است و به بیان قرآنی محصول ذکر است اصلا خود واقعی ذکر همان واقعی به خود ذهن است که در درجات نامتناهی رخ می دهد به یادآوری و یافتن آنچه که در عرصه از خود رفتگی از دست رفته بود به زبان دیگر معرفت همان جریان انسانی شدن جهان است از منشه حافظه حافظه ای که همان انسان جهانی شده است پس میتوان گفت که عرصه ای از خود بی خود شدن ذهن که عرصه پدید آمدن حافظه است همان عرصه جهانی شدن انسان است یعنی عرصه غیر شدن خیش و عرصه به خود آیی ذهن که همان عرصه خلق معرفت است عرصه انسانی شدن جهان است از ذهن دو روی دارد و دو ماهیت آن رویی که به مسابق کارخانه ای می باشد که انسان را تبدیل به جهان می کند و روی دیگرش کارخانه است که انسان جهانی شده را دوباره به اصل خیش باز می گرداند و عرصه بین این دو مرحله و دو روی ذهن یعنی در فاصله بین حافظه و معرفت محض حالات و وضعیت هایی وجود دارد که عبارتند از تخیلات، تصورات، آرزوها، ایدهها. که همه اینها مراحل گذر انسان جهانی به جهانی انسانی است و مراتب اندیشه می باشد که بینهایت درجه دارد که رویاها نیز یکی از مهمترین این درجات است که بر روی مرز این دو بعد از ذهن پدید می آید و همه این حالات و وضعیت ذهن در وادی تبدیل حافظه به معرفت درجاتی از ذکر و به یاد آوردن می باشد. پس حافظه به عنوان سنگ زیر بنای ذهنیت جای پای ناکامی انسان در جهان است. به بیان دیگر حافظه همان از دست رفتگی انسان در جهان است. حافظ عرصه از دست رفتگی است یعنی عرصه تجربه مرگ است در هر دو حالتش یعنی شکست و پیروزی که شکست همان نرسیدن دست ذهن به جهان است ولی پیروزی در دام جهان افتادن است یعنی فریب خوردگی است شکست فقط شکست است ولی پیروزی شکست تو ام با فریب است و به دام افتادن یعنی پیروزی همان شکست مضاعف است و ذهن در بازگشت به خودش چیزی جز این شکست و فریب را درک نمی کند. در این رجعت باور حاصل می شود و این نخستین گام در شناخت حقیقی است. باور کردن شکست خیش در جهان و اعتراف به جهل خیش و این سراغاز دانایی است و سراغاز شناخت واقعیت و واقعیت گرایی. در این رجعت به میزانی که این شناخت و باور حاصل می موج دیگری از اندیشه در حال تخیل و رویاها در خواب و بیداری رخ می نماید که می بر آن شکست و فریب خوردگی فائق آید و جبران مافات نماید از بطن همین تخیلات و رویاه که ایده ها یا اعتقادات پدید می آگند که ارزش های اخلاقی از مهمترین محصولات این موج می باشد. راستی، ایثار، تقبا، قناعت و صبر. پس این عرصه ظهور مذهب از بطن بیداری ذهن است و همان هوشیاری وجدان و فطرت می باشد و کمال این مرحله ایده و اخلاق و مذهب به آرمان شهر یا مدینه فاضله منجر می گردد که همان بهشت ذهن است. بهشت درونی بهشت پنهان بهشتی که بایستی در جهان بیرون پدید آید در تمدن جدید ایدولوژی ها از مظاهر گوناگون چنین بهشتی می باشند سوسیالیسم، لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم و حتی جامعه آرمانی امام زمانی به عنوان یک ایدولوژی از این نوع می باشد و شعارهایی همچون عدالت، آزادی و دموکراسی از محصولات این آرمان شهرهای ذهنی هستند و اما از این مرحله به بعد یک موج کاملا دگرگونه ای در کار است که جز از طریق فرارفتن رفتن و فائق آمدن بر این بهشت خیال رخ نمی نماید و قایت این موج جدید که از عرصه پایان ایدولوژی ها آغاز می شود همان وادی توحید و یگانگی ذهن با خودش می باشد و این به سال ذهن است که قایت آن رجعت می باشد که آن حقیقت گمشده را در عین واقعیت جهان بیرون می یابد و آنچه که باید باشد را عینا همان آنچه که هست می بیند. در اینجاست که جهان به مسابه انسان عیان می شود. یعنی آنگاه که انسان به کلی از جهان دست کشید و به خود رجعت نمود و با خود یکی شد به وسال جهان میرسد و رازی میگردد. و این همان معرفت کامل است. یعنی انسان میبیند که جهان چیست؟ جهان خود اوست. جهان انسان اکبر است و انسان جهان اسقر است. و این همان سخن معروف علی علیه السلام می باشد. تا اینجا اصولی درباره ماهیت و عملکرد ذهن به دست آمده است که به طور خلاصه عبارتند از یک ذهن جذب کننده و ثبت کننده صبر و حوادث جهان بیرون است. دو، به یادآورنده مواد ضبط شده است. سه، در این یادآوری آنچه که به لحاظ معنا کسب می شود حس از دست رفتگی و شکست و فریب و هرمان است چهار پس در هر به یاد آوردنی تولید معنی، احساس، اعتقاد و آرمان می کند و این همان جریان فهمیدن است که فکر نیز نامیده می شود و به زبان دیگر همان جریان تبدیل ماده جهان به معنا می باشد و این مهمترین عمل کرده ذهن و خلاقیت آن است که به جادو میماند. ماند. پنج و اما همین جریان فهم یا اندیشه و یا تبدیل ماده به معنی هرچند که از گذشته یا خاطره تقضیه می شود ولی در اکنون واقع می گردد. شش پس عرصه فهمیدن اکنون است. هفت هر موضوع واحدی از گذشته و حافظه هر بار که به یاد می آید فهم جدید پدید می آورد که شامل مجموعی از احساس و ایده و آرزوهای کاملا جدید است. پس هر موضوع و ماده ای از جهان به میزانی که موجب ناکامی انسان می شود و انسان را به خیشتن خیش باز میگرداند بینهایتبار بار و به طول لا متناهی در جریانی بی پایان از تبدیل ماده به معنی قرار میگیرد تا آنجا که ماده بیرونی را مبدل به نور مطلق می نماید و از واقعیت تلخ و فریبنده جهان حقیقتی مطلق و بهشتی و رزبانی می سازد و آنچه باید باشد را در آنچه واقعا هست آشکار می کند. و به بیان دیگر متافیزیک را در فیزیک می نماید و نور مطلق را که عنصر ذاتی و اولیه ماده است بر می یعنی خدا را که نور سماوات و عرض می باشد معرفی می کند. هشت پس ذهن در رجعت خود به سمتی می رود که از وجود که همان ابدیت آن است را در می آبد. حقیقت نور مطلق متافیزیک، روح، جاودانگی، یگانگی و خدا نوخ پس ذهن از بطن تباهی و نابودی جهان است که حقیقت و جاودانگی وجود را استخراج می کند یعنی ذهن کارخانه تبدیل هستی جهان به نیستی است و سپس خالق هستی جاودانه از بطن این نیستی ده پس به میزانی که ذهن به حریم اکنونیت نزدیک می شود از چنین قدرت لایزال و خلاقیتی برخوردار می گردد و اکنونیت به زبانی همان مرز گذشته و آینده است یعنی همان نقطه و همان دهانه است که آینده را به گذشته ملحق می کند و خود این نقطه در وضعیت بیزمانی محض است یعنی لحظه صفر است که فوق مکانی نیز می باشد یعنی مدخل متافیزیک است. یعنی قانون تبدیل متافیزیک به فیزیک و بالعکس می باشد یعنی همان لحظه ازلیت می باشد که انسان هر آن در آن لحظه در حال خلق شدن است در سمت ابدیت است. تن از میان می رود تا من در عرصه جاودانگی ظهور کند. همه تنها یک تن است. همانطور که همه منها یک رای، روی، رؤیت و ریا در لغت و معنا از یک خانواده اند. پس به لحاظ تجربی هم می بینیم که ریا کردن همان جریان آشکار ساختن یک رأی پنهان است. یک رأی، یک ایده، یک میل. از یک سو می که چون این واقعه و میلی نمی چیزی نادرست و ناحق باشد زیرا انسان گویی فقط به این دلیل زندگی می کند که حالات و ایده ها و آرزوهای خود را که در درونش پنهان است ایان کند. ولی از طرفی دیگر می بینیم که تقریبا در همه فرهنگ ها ریا وضعی زشت و نامطلوب از انسان است گویی هر کسی ریای خودش را خوش می دارد و درست می فهمد ولی از ریای دیگران بیزار است. حقیقت این است که هر صورت گفتار و رفتار و صفتی که از آدمی آشکار میشود، دو ماهیت کاملا متفاوت دارد وضعیت طبیعی خود به خودی و غیر ارادی و وضعیت عمدی و تصنعی و اصولا این ریای نوع دوم است که زشت و نامقبول آمده است پس یک نوع ریا آن است که در برای اراده و تعمد فرد رخ میدهد. و گویی چیزی در درون انسان به بار آمده و همچون میوهی که رسیده باشد خود به خود آشکار شده و در رویت و دسترس دیگران قرار میگیرد و نوع دیگر مثل میوه تلخ و کالی است که آدمی سعی می کند آن را به خورد دیگران دهد و لذا دیگران را خوش نمیآید و آن را توف می کند. در فرهنگ عامه به این نوع اخیر ریاکاری گفته می شود. پس در مفهوم رایج ریا به معنای تلاشی ناکام است در جهت ایان کردن چیزی پنهان از بطن وجود خیشتن مثلا آدمی در ذهن خود به این اعتقاد و رأی رسیده است که مهربانی و ایثار صفت و رفتار خوشی است و لذا میخواهد این صفت را از خود بر دیگران آشکار کند تا دیگران او را خوش دارند و به عنوان شخصی مهربان تصدیق نمایند ولی در این تلاش خود ناکام شده و بلکه موجب بیزاری دیگران از خود را فراهم می کند و چون این تلاشی نه تنها موجب ایان کردن یک صفت و یک رأی خوب از فرد نمی شود بلکه پرده ای می شود که واقعیت وجودی ایان شده فرد را نیز از چشم دیگران پنهان می کند. پس در اینجا می بینیم که ریا به معنای آشکار کردن منجر به ضد خیش می شود. ریای ضد ریا, ریا. بدین طریق ریا در نهایت تبدیل به پنهانکاری شده و سوء تفاهم و بدبینی و قطع رابطه. حالان که فرد مقصودی کاملا عکس چنین نتیجه ای را در نظر داشت یعنی او میخواست که ماهیت نهان خود را ایان کند با دیگران ارتباطی نزدیکتر بیابد ولی نتیجه این عمل معکوس از آب درآمد و اما این مثال فقط یک روی سکه ریا بود که به معنای تظاهر به خوب بودن می باشد ولی نوع دیگری از ریا وجود دارد که بر حسب ظاهر ماهیتی کاملا معکوس دارد و تلاشی برای پنهان کردن خویش است تلاشی برای پنهان نگاه داشتن امیال و آرای بد و اگر دقت کنیم میبینیم که این دو نوع ریا علت و معلول یکدیگرند یعنی اینکه آدمی برای پنهان ساختن آرای بد خود تلاش میکند تا آرای خوبی از خود به رؤیت دیگران برساند یعنی تظاهر به خوبی پرده است که بدی هر فردی را پنهان میسازد یعنی آدمی به میزانی که آرا و امیال بد در سر ندارد تلاشی هم برای تظاهر به خوبی نمی کند مگر آن خوبی هایی که به طور طبیعی و بی هیچ تلاشی از وجود فرد آشکار باشد که این مسئله در واقع تظاهر نیست بلکه تجلیست و اصولا دلنشین است و دیگران را بیزار نمی کند. و اما ریاکاری یا تظاهر به خوبی برای دو نیت متفاوت پدید می آید. یک نیت آن است که آدمی می خواهد که دیگران او را خوب بدانند و لذا دوستش بدارند و نیت دیگران است که آدمی می خواهد خوب جلوه کند به قصد اینکه بتواند دیگران را بفریبد در جهت منافع مادی. این دو ریای کاملا متفاوت در عین حال یک بچه مشترک نیز دارند و آن این است که هر دو نوع ریاکار طالب حقی هستند که مستحقش نیستند حق تصرف قلوب و حق تصرف ماده زیرا می توان یکی را ریای مادی نامید و دیگری را ریای معنوی و این دو ریا به قصد تصرف است تصرف معنوی و تصرف مادی و این دو نوع ریا به خاطر عدم استحقاق به دو نوع خیانت و نفرت منجر می گردد که به تجربه می دانیم که خیانت و نفرت حاصل از ریای معنوی به مراتب عمیقتر، طولانی مدتتر و جبران ناپذیرتر از ریای مادی است. این ریای معنوی را به طور کلی می توان به دو نوع ریای عاطفی و اعتقادی تقسیم کرد. ریای عاطفی همان ریایی است که در روابط زناشویی، خانوادگی، فامیلی و بین دوستان در همه جا کما بیش رایج است و ریای اعتقادی که اساساً مربوط به بشدان و اخلاقیات و شناخت می شود امروز بیش از هر جایی در عرصه سازمان فرهنگی، مذهبی، سیاسی و حکومتی آشکار است. و در عین حال می بینیم که ریای عاطفی و اعتقادی از یکدیگر جدایی ناپذیرند و علت و معلول یکدیگر می باشند. مثلا به تجربه میدانیم که اگر کسی دیگری را دوست می دارد، این دوستی فقط یک امر ناخداگاه احساسی و قلبی نیست بلکه به شدت با خصائل اخلاقی و مسائل معرفتی و اعتقادی عجین است هیچ کس یک آدم احمق و تبهکار را اساسا نمی تواند دوست داشته باشد پس هسته مرکزی بروز ریا همان امری است که عدم استحقاق نامیده شد ولی میدانیم که کسی که به هر نوع ریایی دست میزند خود را مستحق میداند یعنی این که هر کسی خود را کاملا مستحق دوست داشته شدن و پرستش میداند و اگر دقت کنیم ریای معنوی که مقصودی جز دوست داشته شدن ندارد اساس هر نوع ریای دیگر است مثلا کسی که ریاکاری می کند تا بتواند دیگران را بفریبد و از این طریق به منافعی مادی برسد فقط به این دلیل است که از طریق این سود مادی میخواهد دل کسی را به دست آورد مثلا دل همسر و فرزندانش را پس ریای مادی وسیله‌ای در خدمت ریای معنوی است و به خودی خود ارزشی برای ریاکار ندارد پس هر کسی لا اقل خودش را به شدت نیازمند و مستحق این امر میداند که در این جهان یک نفر او را دوست داشته باشد و بلکه بپرستد و این منشأ ریاکاری بشر است نیچه میگوید کسی که میخواهد خوب باشد هرگز نمیتواند راستگو باشد در این سخن نیچه حقیقت و راز کبیری نهفته است و گویی تفسیری بسیار جدید از معزل بسیار مزمن بشری است و آن همان چیزی است که اخلاق و مذهب نامیده می شود و نبرد نیچه بر علیه چنین اخلاق و مذهبی که روح کل آثارش می باشد در دفاع از چیزی پدید آمده است که آن چیز هسته مرکزی اخلاق و مذهب است یعنی صدق ولی از آثار نیچه به نظر می رسد که خود وی بر این تضاد عظیمی که در آثارش نهفته است چندان آگاهی داشته باشد ولی برای احیای حق مذهب و اخلاق بر علیه مذهب و اخلاق به نبرد پرداخته است و معتقد است که اخلاقیات و مذاهب موجب همه بدبختیها و امراض بشری است زیرا مذهب به انسان امر می کند که خوب باش و آدمی نیز در تلاش برای خوب شدن به ریا کشیده شده است یعنی به اشد بدی مبتلا گردیده است زیرا هم در عرف و فطرت بشری و هم در منطق و معارف مذهبی ریاکاری به مسابه منشه پلیدی ها و اشد زشتی هاست ها زیرا تلاش انسان برای صادق بودن است که به ریا منجر گردیده است یعنی ناسادق شدن گویی مذهب آدمی را لا مذهب کرده است ریا تظاهر به صفت و خلق آرمانی است که در مرحله یک ایده و ذهنیت است و هنوز در وجود فرد تبدیل به مقامی وجودی و کیفیتی قلبی و روحی نشده است و در فرد ریشه ای ندارد همچون یک هوس و میلی دمدمی است که از طریق آموزش و تقلید و تلقین پدید آمده است از پیروان بر او آرس شده است و از درونش نمی جوشد. ایده بیگانه است که فرد را تحریک کرده است لذا با پشتگار و استقامت و جدیتی همراه نیست تظاهر به نیکوکار بودن تظاهر به مهربان بودن تظاهر به انقلابی بودن تظاهر به پرهیزکار بودن تظاهر به روشنفکر بودن تظاهر به عالم و عارف بودن، تظاهر به جدی بودن، تظاهر به ریاکار نبودن، تظاهر به چیزی که نیست. پس ریا تلاشی ناکام است در جهت خلق کردن خیشتن بر اساس اخلاقی که به لحاظ مذهبی از خداست. اخلاق الله عدالت، رحمت، علم، جدیت، عفو، کرامت، و عظمت اینها جملگی از صفات خداست و خدا هم از دیدگاه و حواس و عقول عام بشری منشأ غیب مطلق تا سرحد نیستی است پس این اخلاق و صفات هم جملگی متعلق به نیستی می باشد. پس می توان گفت که ریا تلاشی برای هست کردن نیستی می باشد. تلاشی برای رسیدن به صفات نیستی. تلاشی برای نیست شدن و در این نیست شدگی هست یافتن خدایگونه پس ریا تلاشی ناکام برای خدا شدن است خدایی که به ظاهر مطلقا نیست ولی در حقیقت جز او نیست تمام صفات نیکو ایثارگرانه است تا سرحد ایثار از هستی خیش و گویی که خداوند به واسطه رحمت مطلقه خیش تمامیت خیش را ایثار کرده است و لذا نیست گردیده است و نیستی پنداشته می شود. پس می توان گفت که ریا تلاشی ناکام برای یافتن هستی از نیستی است و این به لحاظ معنا میلی خدایگونه است که به عبس می پاید و رسوایی پدید می آورد. تا آنجا که مربوط به معارف حقیقی دین می شود امر دین به بشر که از طریق پیامبران ابلاغ شده است نیت و مقصدی جز رضای خدا ندارد یعنی اینکه امر به نیکوکاری و اخلاق حسنه برای جلب خوشنودی مردم نیست و نباید باشد بلکه بایستی فقط برای رضای خدا باشد و فقط در غیر این صورت است که به ریاکاری کشیده می شود زیرا ریا همواره برای دیگری است نه برای خود برای غیر و البته تمام سختی و لطافت امر دین از همین نکته برمیخیزد و همواره جز انگشت شماری از عهده این امر عظیم بر آیند و اکثریت بشریت در وادی دین به سمت ریا می رود و به اصطلاح منافق می شود که نهایتا باز به همان اصل کفر خود باز می گردد و دین را انکار می کند زیرا ریا عواقبی عذاب و حولناک دارد زیرا آنچه که هست تظاهر می کند به آنچه که نیست و لذا آنچه که هست مخفی می گردد و در خفا رنجور می شود و فرد از هر دو سو محروم شده و به اصطلاح خسرت دنیا و آخرت می گردد و این همان وضع منافقان است که در روایات اسلامی مشهور است و خداوند آنها را بدترین مردم نامیده است. در چنین وضعی فرد هم از خداییت و هم از حیوانیت غریزی خود بیگانه و محروم است و بین هستی و نیستی سرگردان و معلق میماند و به تدریج آنچه که هست و آنچه که باید باشد هر دو را از یاد برده و دچار جنونی می شود که بسیار رایج و عادی گردیده است. جنون ریاکاری ریاکاری چه در وادی عمل و یا ادعا و یا اندیشه و فرهنگ و سیاست و عاطفه و امثال هم و این انواع جنونهای رایج بشر است و نیچه به عنوان بزرگترین فیلسوف فرهنگ تاریخ جدید غرب بیش از هر کسی با ریاکاری در ابعاد و اعماقش جنگیده و رسوایش نموده است و لذا همچون یک ملحد بزرگ مورد قضاوت قرار گرفته است زیرا کفر را بر نفاق ترجیح داده است هرچند که خودش در عمل بسیار مؤمنانه زیست است و همچون یک قدیس به نظر می آید قدیسی که قداست خود را نیز انکار کرده است تا بازیچه جدیدی برای ریاکاری خلق نشود ریای نیهیلیستی که در قرن بیستم در میان جماعت روشنفکر به شدت رایج گردیده است بنابراین آن جمله نیچه را بایستی این گونه اصلاح کرد تا منظور حقیقی از آن کاملا مفهوم شده و از سوء تفاهم و سوء استفاده هم مبرا شود آنکه میخواهد در نزد دیگران خوب باشد هرگز نمیتواند راستگو باشد پس انسان ریاکار را بایستی موجودی برزخی دانست که به لحاظ حس و عقل و وضعیت حیاتیش هم از واقعیت بیگانه می شود و هم از حقیقت. هم از خود و هم از دیگران، هم از دین و هم از دنیا، هم از حیوانیت و هم از انسانیت. واقعیت تجربی نشان میدهد که دیگری هرگز چشم دیدن خوبیهای مرا ندارد، هرچند که خوبی صادقانه و عمیق و وجودی باشد و اصلا ریایی نباشد اکثریت قریب به اتفاق مردم این گونه اند. واقعیت وجودی پیامبران و مردان حق این امر هم را همواره اثبات کرده است. ارگاه، عظمت، قداست، ایثار و یا کرامتی از انسانی بروز می کند اکثریت قریب به اتفاق مردم او را یا دیوانه می خانند، یا موجودی آسمانی فرشته پسر خدا و یا خود خدا و امثالهم. هم و این دو نوع از انکار است انکاری کافرانه و رکراست و انکاری منافقانه و غیر مستقیم ولی در این انکار حقیقتی بزرگ نهفته است که این واقعیت است و مرد حق بر این امر آگاه است و لذا از این بابت شکی نمی کند زیرا به یقین می داند که خلق و خوی و کراماتی که از وی سر میزند هدیه و رحمتی از جانب خداوند است و نه از بشریت خودش که به واسطه تلاش و ترفندهای خودش حاصل شده باشد. هرچند که او به اندازه کافی در این امر تلاش هم کرده است ولی میداند که این تلاش ها بهانه ای بیش نبوده است بنابراین اتهام جنون و یا آسمانی بودن خود را از جانب مردم درک می کند و میداند که چون وی از خدا فقط خدا را خواسته و غیر خدا را نخواسته است لذا به خلق و خوی خدایی آراسته گردیده است ریاکاری انسان حاصل تردیدش در خواسته هایش می باشد. خواستن اگر یقینی و به اندازه کافی جدی و ریشه دار باشد و فرد بر آن خواستش به اندازه کافی صبور و مقاوم باشد بی هیچ تلاشی مزبوحانه و بی هیچ جان کندنی از اعماق وجود فرد سر بر می آورد یعنی کل تلاش بشری تلاشی در خواستن است و دانستن کافی درباره آن خواستن دانستن یقینی و صبر بر این دانسته و خواسته جهاد اکبر همین است پس میبینیم که این یک امری از معرفت نفس میباشد و محصولی گرانقدر از وادی خودشناسی دینی آدمی اگر به طور یقینی بداند که چه میخواهد صادق می شود و از عذاب و بدبختی های بی ریاکاری نجات می آبد. انسان تا زمانی که میخواهد مورد تصدیق دیگران واقع شود هنوز ریاکار است و به صورت ریاکاری فزاینده و پیچیده تری در حرکت است. به سوی بیگانگی و جنونی فزاینده و تا چنین است، هموار مورد انکار قرار می گیرد و همین انکار موجب ریاکاری های جدید و پیچیده در فرد می گردد. این انکار علا میل و آگاهی مردم امری بر حق است زیرا انسان به میزانی که از خود فنا می شود و به حق نزدیک میگردد متخلق به اخلاق نیکو و الهی می شود. پس انسان واقعا نیکوکار و با اخلاق حسنه و خدایگونه بیزار است از این که به او گفته شود تو چه انسان ایثارگر و عالم و با کرامت و پاکی هستی زیرا به خوبی میداند و میبیند که تا آنجایی که خود است هیچ علم و کرامت و عزت و ایثاری حقیقی پدید نمی آورد انسان واقعا نیکوکار نه تنها همه نیکی های خود را از خدا می بیند بلکه حتی خود را در این نیکی خودش شریک هم نمی داند. و اگر خود را شریک هم بداند بلا فاصل نیکوکاریش از بین می رود و باطل می شود. یعنی شرک زیرا کانون نیکی فنای از خود است. ایثار و این ایثار بایستی در جوهره وجود فرد رخ نماید و نه اینکه صرفا در عالم ذهن تلقین شود چون این تلقینی اساس ریاکاری است و اصولا کارخانه ریاکاری ذهن است اعمال نی که از اعماق دل می جوشد بی هیچ برنامه و فلسفی. این اعمال در فرهنگ اسلامی اعمال خالصانه یا توحیدی نامیده می شود که به مسابق افعال خداست که از انسان سر می زند خداوند مخلصین را بدین معنا از مسئولیت اعمالشان مبرا کرده است و می آنها در جنات نعیم خدا قرار دارند و به واسطه اعمالشان اجر یا جزا نمی شود. و در احادیث قدسی آمده است که اینها محل ظهور ارادی خداوند هستند و چنین انسانهایی به راستی صادق می باشند و ما بقیه بشریت در درجاتی از ریا قرار دارند. و تا زمانی که آدمی امیال و افکار و اعمالش را از خودش می داند و اصلا خودش را از خودش می داند و دارای خودست و خود است و خودپرست است، جز ریاکاری راه و روشی دیگر ندارد زیرا در واقعیت حیات مستمرا درک می کند که خودش خودش نیست و دوتاست این دوگانگی کارخانه ریاکاری است و دین خدا دعوت به یگانگی کرده است و روش آن را هم صدق قرار داده که رکن نخستین شریعت ها است و صدق یعنی چه که هستی همان باش و همان بنما و غیر از آن مباش و تظاهر مکن در اینجا در مرحله اول صدق تماما معنای کفر است کفری بیریا که حاصل ناتوانی انسان است ولی همین کفر بیریا و خاشعانه و صادقانه سنگ زیر بنای ایمان است هیچ کس ایمان نیاورد مگر اینکه اولش کافر شد قرآن و خداوند کفر و ستم و جهل و ضعف را از عناصر انسان در خلقت ازلیش قرار داده است و گوهری ایمان و عدل و علم و بینیازی است این معنا در قرآن کریم مکررا تذکر داده شده است تا انسان خود را بشناسد و جز به خدا به سوی گرایش نیابد تکبر انسان نسبت به این عناصر وجودی خیشتن یعنی کفر، جهل و ضعف موجب ریاکاری و گمراهی و عذاب می شود و این است که کبر و غرور علت العلل شیطنت و زلالت نامیده شده است همه ریاکاران متکبرند و همه آدم های متکبر هم ریاکارند اما که آدمی به میزان خودپرستیش تظاهر به ایثار می کند تا زمانی که آدمی می پندارد که هستیش از خودش می باشد ریاکار است تا زمانی که آدمی اصلا می پندارد که هستی دارد ریاکار است و در عذاب و رسوایی و اتهام قرار دارد ادعای هستی منشه ریاکاری و اتهامات بشری است هستی آدمی فرزی است تا به واسطه این فرض هستی نیستی را دریابد و به دست خداوند هستی خواهد و هستی پذیرد این همان واقعه خلقت آدم است که مستمرن جاری است هرگز نزدی تو اندر این راه قدم تا هستی خود نیست نبینی هردم با آنکه این گونه هستی یافت مستحق دوست داشته شدن می گردد و محبوب می گردد و با ورود عشق ریاکاری از میان می رود ریای به نیکی ریای به هستی هستی همان نیکیست آنکه نیست بد است و تظاهر به نیکی می کند تظاهر به هستی می کند پس اگر مقالات این کتاب موجب کفر می شود در خدمت ایمان است زیرا نفاق و شرک را بر می کفر حاصل از خودشناسی نطفه ایمان قلبی است